برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. خبرنگاران میدانی خبرگزاری اخبار شیعه در شهرهای مختلف عراق از ادامه پیاده روی زائران شعبانیه که به عشق سیر و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به سمت شهر مقدس کربلا راه می روند خبر دادند. گفته می شود در حال حاضر موج عظیم جمعیت از شهرهای جنوبی عراق پیاده روی را آغاز کرده و اوج ازدحام اکنون در استان سماوه در مرکز عراق است و تا چند روز دیگر به شهر مقدس کربلا می رسند. در میان راه هم تعداد زیادی موکب برای خدمت رسانی به زائران دایر شده است. واحد امور دینی در مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف NCSS از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر نجف اشرف یکی دیگر از نشست‌های فقهی خود را با موضوع پژوهش علمی و مبانی نویسندگی و تألیف برگزار کرد. این نشست با حضور اساتید و طلاب حوزه علمیه نجف اشرف برگزار شد و طی آن شیخ وسام البغدادی به ایراد سخنرانی پرداخت. رویترز در گزارشی به نقل از یکی از گروه‌های دیدبان بین دولتی به خطرات پیش روی دموکراسی در نقاط مختلف جهان اشاره کرده و نوشته که روند تحولات جهان به گونه ایست که به نظر می‌رسد دموکراسی در آینده نزدیک در سراسر جهان به خطر خواهد افتاد. به گزارش رویترز، یک گروه ناظر بین دولتی می‌گوید که بیش از نیمی از کشورهای جهان از انحطاط دموکراتیک رنج می‌برند که از جمله آسیب‌ها و کمبودهای آنها می‌توان به مسائلی چون انتخابات ناسالم، آزادی بیان و آزادی تجمع اشاره کرد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با نشر گزارشی تازه اعتبار انتخابات سراسری در این کشور را زیر سوال برده و نسبت به رفتار مشکوک دولت موقت ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون گفته که انتخابات امسال به ارزش‌های دموکراتیک، حاکمیت قانون و آرمان‌های مردم عادی در پاکستان آسیب زده است. در همین حال یکی از اعضای کمیسیون انتخابات پاکستان با اعتراف علنی به جعل نتایج در انتخابات سراسری که در 8 فوریه برگزار شد موج تازه از واکنش‌ها را برانگیخته و ضمن اعلام استعفا خواستار مجازات همه کسانی شد که در این تقلب شرکت داشتند. به گزارش الجزیره، لیاقت علی چاتا، عضو کمیسیون انتخابات پاکستان در شهر راولپندی به جعل نتایج انتخاباتی که تحت نظارت وی در شهر راولپندی برگزار شد، اعتراف کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که 27 نشست کمیسیون آب رودخانه هیرمند در استان سیستان و بلوچستان بدون نتیجه پایان یافت. این نشست با حضور نمایندگان ایران و گروه طالبان در روزهای 25 و 26 بهمن در شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان برگزار شده است. موضوع حقابه ایران یکی از مسائل بحث برانگیز میان طالبان و ایران بوده است. ایران میگوید که حقابه این کشور از رودخانه هیرمند تأمین نشده، اما طالبان دلیل این امر را به خوش‌سالی در افغانستان مرتبط می‌داند. به گفته رئیس کل دادگستری کرمان، یک نفر در شهرستان فاریاب در جنوب این استان 12 نفر از اعضای خانواده خود را با اسلحه کلاشینکوف به قتل رساند. این مقام قضایی انگیزه این تیراندازی را اختلاف خانوادگی عنوان کرد و گفت پدر، برادر و همسر برادر فرد مهاجم و یک کودک 2 ساله از جمله جانباختگان هستند. این فرد پس از انجام جنایت به شهرستان همجوار گریخت، اما با دستور بازپرس جنایی تحت تعقیب قرار گرفت و در یکی از روستاها شناسایی، اما در حین عملیات دستگیری کشته و سلاح مورد استفاده در قتل نیز که با آن به سمت ماموران تیراندازی کرده بود کشف شد.
رئیس جمهور قرقیزستان میگوید بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت میکنند که فعالترین و خطرناکترین آنها گروه داعش است. سعد جباروف هشدار داده که این گروه ها با وجود اختلافاتی که دارند می توانند به سرعت ائتلاف های جدیدی تشکیل دهند. او وضعیت کنونی افغانستان را زنگ خطری برای آسیب های میان دانست و پیش بینی کرد که احتمال دارد گروه های تروریستی به جذب جوانان از کشورهای آسیایی دست بزنند. رئیس جمهور قرقیزستان این اظهارات را در ششمین نشست امنیت افغانستان در بیشکک انجام داده است. در این نشست مقام‌های امنیتی ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان حضور داشتند.